چقدر احترام دارد استادشون رو. گفت وقتی استادم را دیدم دورش گشتم. بعد نشستیم با هم قصه کردیم، صحبت کردیم. گفت که من یه جمله با استادم گفتم. گفتم استاد من 20 سال طلبگی درس خوندم و تو هم استاد من بودی. من میخواهم عرض بکنم که ماحصل 20 سال طلبگی من خلاصه کردم به یک جمله. یعنی به یک جمله من درس پیدا کردم. 20 سال درس خواندم، من این یک جمله به نتیجه رسیدم. به این یک جمله. این دقت کنید چقدر زیباست. خب چیه؟ استادش میگه خب بگو اون جمله چیه؟ گفت من 20 سال درس خواندم به این نتیجه رسیدم که بگذر تا بگیری. یعنی انسان تا نگذرد خدا برش نمیده. یعنی تا انسان نگذرد چیزی بهش تعلق نمیده. هر کسی بگذرد خدا برایش میدهد. میدونی استادش برای چی گفت؟ گفت این حرفا چیه آقا؟ گفت ما حسن زحمات نصاحه و گفتار 124 هزار پیامبر همین یک جمله است. همین یک جمله بگذر تا بگیری. خدا همینه میفرماید. عرض کردم خدا میگوید من هر چی بنده میخواهد همه را دارم. خلق نکردم تا سود کنم، بلکه خلق کردم تا جود کنم. هر چی که شما ای بنده من میخواهید من دارم، میدم برای شما هم دارم. اما یک شرط دارد و آن این که بگذر تا بگیری. تا نگذری برای نمیده. موقع نمیتونی سا. یعنی هر کسی که بگذره خدا میفرماید من جبارم، من جبران میکنم، من چندین برابر براش میدم. آقا در جایی که انسان لازم است از پولش بگذره، خدا میگه من چند برابر برات میدم. واقعیت قضیه هم همینطور عیسی. یعنی هر کسی در جامعه ما و شما، اونایی که واقعا از پولشان میگذره اونا گدا شدن که قطعا نشدن. این تو واقعا برکت و رحمت خدا در مال او، در ثروت او، در زندگی او سرازیر شده است. ما دیگه واقعیتش این است که مقدار اگر خوب دقت بکنیم کسانی که اینطوری هستن اینطوری است. خدا میگوید اگر تو یک قدم به سوی من بیایی من 10 قدم میام. اگر تو بگذری از مالت، از آبرویت، از وقتت من جبران میکنم. شاید کسانی بگویند که ما که پول نداریم، ما تکلیف ما چی میشه؟ خدا که اینه نمیگه. خدا که فقط پول نمیگه تو بگذری. تو ریش سفید، تو بزرگوار، تویی که آبرو داری، حرفت چلش دارد، حرفت را میپذیرن، قبول میکنن، تو باید از وقتت بگذری. میدونی که دو تا جوان مشکل دارد، مشکل ازدواج دارد. برو تو از آبرویت بگذر. خدا میگوید به خدا من جبران میکنم. خدا میفرماید اگر دو نفر با هم ناراحت است، عجیب است و عجیب شرایط شده از اینا. واقعا آخر زمان اینطوریه. اون سابقه ها به محض که دو نفر با هم شکر رنجی پیدا میکنن، ریش سفید ها بود، بزرگ ها بود، بالاخره کسانی بودن دست به کار میشدن، دیگه نمیذاشت که دو سه روز طول بکشن. اونا را آشتی میدادن، وقت میذاشتن برای این قضیه، خلاصه اینا مسائل حل میکردن. اما امروز متاسفانه گذشت نیست در جامعه ما. ما چه بسا میبینیم دو تا برادر از یک پدر و مادر زیر یک سقف بزرگ شدن. متاسفانه میبینیم ماها، بلکه حتی سال طول میکشه با هم حرف ندارن، حرف نمیزنن. اینا خطرناک است. این خدا میفرماید اسم من الرحمن است. من صله ارحام را از اسم خودم مشتق کردم. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر کسی صله ارحام بکنند مثل اینکه با من خدا ارتباطش را برقرار کرده است. و هر کسی که قطع رابطه بکند با ارحامش مثل اینکه با من قطع رابطه کرده است.
خدا اینطور میگه. اما ما متاسفانه میبینیم که گذشت نیست در جامعه ما. دو تا برادر، دو تا خواهر، آقا ماها سال میگذرد با هم صحبت نمی کنند. اینا پیامد دارد، اینا معنایش قطع رابطه با خداست، اعلام جنگ با خداست. دیگه در اون خانه دیگر رحمت خدا، نعمت خدا و برکت خدا خبر نیست. این خدا میفرماید اینه که بگذاریم. کسانی که میگه ما پول نداریم، آقا جان از نگاه حرامت خدا میگه بگذار. جوان خدا میفرماید من جبار هستم، اگر تو به خاطر من، به خاطر رضای من، اگر چشمت افتاد بیر نامحرم، به خاطر من بگذر چشمت بندست پایین. اگر انداختی من جبران میکنم، به مراتب بهتر از اون برایت میدم. جبارم، من جبران میکنم. خدا میفرماید از لقمه حلال بگذر. آخر گذشت یک بحث بسیار وسیع است. ای جوان، ما میتوانیم از خیلی چیزها بگذریم اگر گذشتیم. خدا میفرماید من جبارم، من جبران میکنم. از لقمه حلال حرام بگذر، من حلالش میدم، چند برابرش میدم. از نگاه حرام بگذر. برادر ریش سفید، کسی که حرفت را مردم میشنود، از وقتت بگذر، از آبرویت بگذر، از پولت بگذر. خدا میفرماید من جبارم، جبران میکنم. بیاییم کربلا بریم. آقا جوان، تویی که به سر و سینه میزنی، با چه عشقی، با چه علاقهی سر از پا نمیشنازی. در همین روز شبهای اول ماه محرم آمدید به کاروان عزاداران امام حسین، اونم در اینجا اینطور با این عشقی که اصلا من تصور نمی کردم. شما در شب اول اینطور با عشق و علاقه هرچه تمام در شرکت کردید و پیوستید به کاروان عزاداری امام حسین. میخوام اینه بگم چی کار کرده امام حسین که به این مقام رسیده است، به این منزلت رسیده است. کاری که 124 هزار پیامبر نکردن، نه اینکه نمیتوانستن، خدا برای امام حسین مقدر کرده است. کاری که حتی پدرش علی انجام نداده است. امام حسین چطور خاص میشود، چطور به مقام میرسد که حتی خدا اسمش را حسین بگذارد؟ چه قضیه ایستان؟ سر قضیه چیه؟ به خدای جمله من خالصانه برای شما عاشقان امام حسین میگم اون جمله این استان، چیزی نیست جز گذشت امام حسین. عجیب گذشت کرده امام حسین، گذشتی که امام حسین کرده است. به خدا در عالم هستی شریک ندارد امام حسین ها، شریک ندارد ها. هیچ 124 هزار پیامبر که پدرش، هیچ کسی در این عالم هستی مثل حسین آن نگذشته. امام حسین که به این مقام رسیده است، به خدا قسم به خاطر گذشت امام حسین است. اونام به پشتوانه معرفت امام حسین به اوج معرفت می گذرد. از هرچه که دارد از جان خودش که چیزی نیست، از جان زن و بچهش که چیزی نیست، از جان علی اکبرش که می گفت من علی اکبرم را اونقدر دوست دارم، وقتی که مشتاق دیدار پیامبر می شدم به جمال و قد و قامت علی اکبرم نگاه می کردم. از علی اکبرش گذشت، از علی اصغرش گذشت، از برادرش عباس که نظیر نداشت گذشت. الهی بهر قربانی،
به درگهت سر آوردم، نه تنها سر براید بلکه از سر بهتر آوردم. پی ابقای قد قامت به ظهر روز عاشورا، برای گفتن الله اکبر اکبر آوردم. نبی را در غدیر خمر، علی را در غدیر خم نبی بگرف روی دست خود، ولی من روی دست خود علی اصغر آوردم. علی انگشتر خود داد به ساحل، اما من برای ساربان انگشت با انگشتر آوردم. اینه میگن گذشت امام حسین. برای آزادی نسل جوان از بند استعمار، برادرزاده جون قاسم فرخ فر آوردم. برای آنکه با مادرم برای آنکه با مادرم همدردی کنم، برای آنکه با مادرم زهرا